از پنج رأس متوالی یک انزل محدب در مجموع 24 قطر میگذره از چهار رأس متوالی این انزلی ای در مجموع چند تا قطر رو میکنه خب بچه یه سال خیلی قشنگ از ما پرسیده از مبحث چندزلی ها که نمونهش رو تو از اون قبلی هم داشتیم و یه نکته خیلی ریز داره اگه این نکته رو یاد بگیره خیلی راحت میتونی این سال رو حل کنی من در وهله اول میدونم از هر رأس یک انزلی محدب در واقع این منهای سه تا قطر عبور میکنه خب می دونم ان منهای 3 قطر عبور میکنه 5 تا راس متوالیو دارم میگم 5 ضرب در ان منهای 3 5 در ان منهای 3 این تعداد قطرهای عبوری از هر رأس از مجموع پنج تا رأس متوالی یک انزلی اما یه نکته ریزی داره این سوال نکتهش اینجاست که وقتی ما پنج تا رأس متوالی رو در نظر میگیریم مثل این شکلی که اینجا میبینید این قطرهایی که اینجا مشاهده می کنید مثل قطر DB, دا، EC, EB, ای, ای آ و آسی هر کدومشون دو بار شمرده میشن. پس بعد این تعداد قطر یعنی این شش تا رو از این عبارت بالا کم کنیم پس میشه 5 n منهای 3 منهای 6 مساوی با 24 از اینجا میتونیم n رو به دست بیاریم خب میشه 5 n من های 15 من های 6 مساوی 24 5 n مساوی میشه با 45 n مساوی میشه با 9 من الان فهمیدم من 9 زلعی دارم حالا گفته برو تو این 9 زلعی ای ببین از 4 رأس متوالیش در مجموع چند تا قطع رو میکنه خب من میگم باز دوباره برای این قسمت هم میتونم بگم آقا چهار تا رأس رو گفتی دیگه پس من میگم n منهای سه n منهای سه رو که دارم تعداد عبوری تعداد قطرهای عبوری از هر رأسه حالا بیا ببینم توی چهار تا رأس پشت سر هم چه اتفاقی میفته چهار تا رأس متوالی اینجا هم اگه نگاه کنید اگه من نامگذاری کنم باز A B C و D باز هم توی این شکل یک تعداد از قطرها وجود دارن که دو بار شمرده میشن مثل قطر آسی، آدی و بیدی یعنی چند تا سه تا قطر دو دفعه شمرده شدن خب، حالا پس این اینه منهای سه در واقع باید منهای سه بشه این برای چهار تا رأس متوالی خب، من میدونم هم نوه چهار زب داره نوه منهای سه میشه شیش من های سه چار تا من های سه تا بیست و یکی پس من فهمیدم که از هر رأس از چهار رأس متوالی این نه زلی ای در واقع بیست و یکی قطر میگذاره جواب میشه گزینه چهار